بیشتر صحبت میکنیم در این مورد با دکتر داوود رابش رئیس حزب آبادی افغانستان و استاد دانشگاه و همچنان ویس ناصری آگاه روابط بین الملل که با ما هستند از حکومت هم خواسته بودیم که در این زمینه نماینده را برای ما معرفی کنند که نکردن مهمانان عزیز به برنامه خوش آمدید آقای رابش در آغاز میخواییم از دید شما بدانیم نشست مسکو تلاش هایی که صورت میگیره و چه معناست؟ بسم الله الرحمن الرحیم سلام بر همه نشست مسکو در تسلسل یا تداوم نشست های قبلی و تلاش که در سطح منطقه جهان اینا صورت گرفته صورت میگیره البته مسکو در این برهه است زمان میخواد که نقش خود و نقش کشورهای همپیمان پیمان خود بر جسته تر بسازه و این یک تداوم و یک تسلسل است به یک حلقه از مذاکرات و نشست هاست که با نشست ترکیه هم مثلا من پیوان داره معنایش ایست که شما پرشان کنید به چی معنا به این معنا که افغانستان جهان یا منطقه میخواهی که برای صلح افغانستان یک مقدار سرعت بته اگر خواسته باشند که صلح تمین شود یعنی حالا کشارهای... منطقه و جهان اراده ای برای پایان جنگ در افغانستان دارن از فهوای صحبت ها و نشست ها و تلاش های یک چنین چیز برمی های. اما اینکه که باز به اصطلاح همیشگی ما شما که پشت پرده چی است باز چی میخواین باز چطوری نیروها نیروهای متخاصم به خصوص کشورهای همسایه چی بهره های از این بحث میکنن که آیا به بهره که نه توجه دارن یا هدفشون است میرسن نمیرسن اگر برسن خود است که جنگ فروکش میکنه اگر نرسن باز چالش دیگر برای یا طرفان دیگر برای خاطر دختر ما فکر میکنم که بهترین گزینه ای است که کشورهای منطقه به خصوص پاکستان و ایران با تضمین شورای امنیت در پایان برنامه یعنی در پایان این همه مذاکره ها و نشستای به منطقه حضور پیدا کردن و این دو کشور تضمین واقعی بتن یعنی در برابر شورای امنیت و در برابر جامعه جهانی در غیر از خوب این تلاش ها ما به این سیاست سیاسی که همیشه طرفدار صلح بودیم و آرزوی ما آمدن یک صلح و ثبات در افغانستان است این شستا و این تلاش ها را تایید می اما بسیار مهم است نتایج هر همایش هر نتیجه هر همایش هر نشست هر کنفرانس بین ما پروگرام را نه به خاطر تادیره همیشا کانفرانسو نشسته تېت نکریم بلکې په خاطر نتایجو کې چې بعد اسمه به مو بشتر موارد بحث اس او وینېم کانفرانس ماسکاو میډوار استم کې په توګه هداقل یو اجنډای تقریبي دی یو اجنډای دی کې کسمن طرفین په لای مذاکره کوي او به اګنسي برسه بو صاحب وزره معمون چا اآقای ناصری وقت از نشست مسکو صحبت صورت میگیره این اینکه نمایندگان پاکستان مسکو چین ایران و همچنان امریکا افغانستان و طالبان حضور خواهند داشت چه تصور می توانیم داشته باشیم چقدر می توانیم امیدوار به نتیجه این نشست باشیم با عرض سلام ادب اظهار سپاس ابتنان از محبت و دعوتان خانم دانش گرامی سلام به همکاران تخنیکی شما سلام به میمان برنامه آقای دکتر راوش و سلام به بینندگان های نهایت عزیز تلون نیوز بله این ای کنفرانس میتونه یک قدم به پیش باشه و خاطر ایجاد یک اجماع منطقوی روزها بعد از انتظار زیاد و ترسد عوضای افغانستان در ده سال گذشته حداقل توجه کردن که باید قدرتمندانه در منسلی افغانستان داخل شوند چرا در لحظات منطقه و جهان قرار گرفته که افغانستان و جنگش میتونه بوران و بیثباتی دراز مدت ایجاد کنه و روسا هم از امنیت مناطق تحت نفوذ خود و ساحه نفوذ خود و کمربند امنیتی که روسا و او وابسته هست در حراس هستند به می هست که خواست پیشی بگیره از امریکایی ها در مسئله تعاملات دیپلماتیک و یک کنفرانس را در مسکو رقم بزنند پیش از اینکه امریکایی ها با سازمان ملل متحد در ترکیه کنفرانس برای پرتن روسا خواستند که با این کار خود یعنی یک نوع ابراز قدرت کنند و دوباره در مسئله افغانستان یعنی نقش نفوذ خود نشان بدند بله این کنفرانس میتونه که در کشورهای قدرتمند منطقه را مو که در این کنفرانس گفته میشه ترویکا یا سه جمع یک سه کشور بزرگ مانند روسیه چین و آمریکا و شمول پاکستان حضور می داشته باشه همچنان نماینده های کشورهای دیگه شاید بیاین با نماینده های دولت افغانستان طالب ها و سیاسی افغانستان این کنفرانس می مقدمی کنفرانس هم قرار باشه و روسیا ها نقش نفوذ خود در این بازی کنند درست آقای نصری مسئله دیگر که مطرح است این است که مسکو در, در همین حال که قرار است یک نشست در اونجا برگزار شود پشتیبانی میکنه از یک اداره موقت و یک راه حل منطقی میدانن این مسئله را در حال که حمدالله محب مشاور شورای امنیت این مسئله را مطرح میکنند که یک راه حل نمیتونه باشه و درد مردم را دوا کرده نمیتونه بله آقای مه آقای غنی آقای سالی و اینا باید بدانن که ادامی حضور اونا در قدرت هم نمیتونه یک راه حل منطقی بر افغانستان باشه اونا 20 سال است و قدرت هستند حداقل 7 سال است که آقای غنی و تیمش در قدرت است به جای اینکه جنگ قطع شود جنگ به دروازه کابل رسیده به جای اینکه امنیت و ثبات هست شود متاسفانه هیچ کسی که در افغانستان خود هم احساس نمیکنه و به این خاطر هم است که جهان متوجه شده که افغانستان داره به سومالیا مبدل میشه به سوریا مبدل میشه به جای از که افغانستان بگذارن که یک کشور ناامنی که در کنار تمام از اینا یعنی باعث همه بدبختی ها و تروریز بینا باشه باید یک رای حل اساسی سنجیده شد ادامه حضور و قدرت آقای غنی و تیمشان و آقای محب و اینا با وجود که برشان بسیار سخت است از رفتن از قدرت ولی ادامه کار از اینا هم نمیتونه رای حل باشه یک تشکیل یک حکومت مشارکتی موقتی که بتانه برای راه را برای ادامه یعنی تشکیل یک حکومت دائمی منتخب ایجاد کنه در تمام پروسه های جهان در جنگ ها در منازعات در فروپاشی های بعضی مثلا اقتصاد شوروی از بین رفت و جمهوریت های که در کشور های اروپایی مثلا از پیمان قرص ها رایی یافتند به دموکراسی سوق می شدند همش یک بار حکومت های معقد به حساب اینا امتحان کردن یک دوره عبور باید ایجاد شود دوره تفاهم ایجاد شود او عبارت از امی حکومت است که اگر روسا تنها نمیگن امریکایی هم در تر خود ایران نوشته کردن کشورهای قدرتمند منطقه و تا افغان ها هم به اعتقاد هستند که به جای ادامه جنگ کشتار وحشت با آمدن ملاحی بطولا باید یک حکومت قابل قبول برای همه ایجاد شود تا در اثر انتخابات مشارکت ملی صورت بگیره بنان یک دوره انتقال ضرورت است و یک حرف منطقی است ممنونتان آقای راوش شما چی فکر میکنین؟ آیا نیاز به حکومت موقت یا عبوری یا انتقالی وجود داره؟ من فکر میکنم که شکل اداره تضمین کننده صلح نیست ماهیت اداره بسیار مهم است که اداره را با کدام تضمین های بین المللی قسمی که بیشتر خدمت شما گفتم با کدام نوی از تعهدات پروتکل پروتکلایی که بین طرفین صورت میگیره تضمینایی که منطقه میته مثلا برای ما بسیار ساده است و یک افغان که بگویم که سرحدات باز ما با سبب ساز از میشه که با هزارها میل داخل افغانستان یک کسی باید گارانتی کنه که از اینمی سرحد 2600 کیلومتری یا 3000 کیلومتری با ایران و پاکستان که داریم از اینمی سرحد دیگه سلا و مهمات مواد انفلاقی انفجاری ماین چسبکی و غیره نمه این برای من بسیار مهم است برای خب نام فروردین حضرت مولانا میگه نیارد گل با باغ شب نگردد دوشن از ذکر چراغ نام میتونه معقد باشه میتونه دایمی باشه میتونه عبوری باشه میتونه حکومت اشتراکی و حکومت اتلافی و حکومت کوالشن و چه هست میتونه باشه برای بسیار مهم ماهیت است چطور آتش بس میشه میکانیزمهایی که نایی را میکنن در محضر مردم افغانستان است پوت از میدیا اینا به صورت یک جانبه یا دو جانبه امضا میکنن ما پیشنهاد ما نظر ما ای بوده هست و ما ایره ای نیست که امروز گفتیم ما چند سال پیش ده سال پیش هم گفتیم که یک طرف جنگ در افغانستان پاکستان است یک طرف جنگ در افغانستان مداخلاتی است که از ایران صورت میگیره یک طرف جنگ کشورهای منطقه است حامیای از اینها است اگر حامی ها، حامی ها و اجرا کننده برنامه های جنگی در افغانستان جانب نیروهایی که حامل ازی سلاح هستند که طالب یا هر نیروی دیگر و اینا هستند اینا در یک در یک مجموعه در یک کدکس در یک مجموعه صفات و مفاد یک قرارداد قرار نگیرند و قرارداد تشریح شده نباشه جوانب گنگ داشته باشه چنانی که ما در دوحه بعضی چیزا متوجه شدیم مثلا دولت افغانستان خب متاسفانه دیپلماسی بسیار و وزارت خارجه ما کار شده کم داره که مثلا پاکستان لابی گیری میکنه اوتوری که پاکستان سیاست میکنه متاسفانه ما در برخی موارد کوتا میم من میگم که با, با, تمام دقت با تمام دقت از تا از اینکه تداوم دولت باشه من میگم اساسی ترین وظیفه دولتی است که تمام نقاط تاریکه، تمام نقاطی که از نظر ما دور میمانه، از نظر مردم دور میمانه برای از اینکه ما در جریان تمام مسائل نیستیم دولت، حکومت و وزارت خارجه، دستگاه دیپلماسی اینا با جزئیات باید ببینن و این رو باید دخل... بر مردم هم بگوین اینطور نمیشه که ما جمهوریت میخواییم اونا امارت میخواییم شما جمهوریت، ماهیت جمهوریت، مم. تشریح جمهوریت مثل است برمیگردیم آقای راوش، حالا ماهیت وقت باید مترین مسئله باشه چگونه رفتار صورت بگیره با این موضوع در حالی که همه به شکلیات یا نام ها پیچیدن مثلا این که باید یک اداره دیگر ایجاد نشه مانه. حالا به مثلا عبوری یا انتقالی یا مورد دیگه ما اول خدمت شما در مورد جنگ افغانستان که به یک جنگ به زخم ناصور تبدیل شده ریشه های زخم باید خوشکانده شود ریشه های جنگ باید شده. کارشناسانه برخورد شود کسایی که د هستن استن ما خواهش می‌زنیم از که مسئله را که انسان بسیار دردمن که مثل زی زخم برداشته باشن و این زخم در وجود خود احساس کرده باشن به با این شکل بررسی کنه مثلا امید تزمینی که من پیشتر خدمت شما به اشاره کوتاه گفتم که از پاکستان و ایران گرفته شده که دیگه از این چند سال دیگه سلامه ها. و چقدر سال دیگه ما انتظار بکشیم که دقت شود اگر سرحدات ما پروبلم داره ما ادای ارزی داریم ادای سرحدات داریم سطر سرحدات شود اگر ما سرحد بسته نمی کنیم دیورند و رسمیت نمی حداقل حداقل سطر شکته بتونیم ما بتونیم که مونجه غندا و قطعات اسکری داشته باشیم که دیگه خاصی طرف از چین به و از پاکستانی تضمین بگیریم که از باج اورژنسی و از وزیرستان شمالی و از جنوبی و از احمد و دیگه بر ما کس اگه یک دونه تفنگ آمد اینی ثبت اینی رجستر اینی هم اسناد محکوم پاکستان است اینطور د در غیر تا ریشه زیان خشک نشه شما قبول کنین که ما برتونیم خود طالب رفت یک گروپ دیگه یک گروه توریستی همین چیزی که مردم بیکار خدای نخواسته خدای نخواسته در افغانستان خب کل بیکار رو نمیگیم یک تعداد از بیکارها رو شما 500 دلار ماش بتین 300 دلار ماش بتین خب میگیره تو فنگ میگه برو برادر خیر است یک چهار روز تک میکنیم یک چهار پیدا شد ما میگم که ما با یک تضمینی بین المللی بسیار نسبت به جنگ اتا اتا جنگای بین المللی که شده حتی جنگ هایی که در منطقه در کشورهای دیگه شده مثل سوریه، عراق، اینا، هر جای دیگه دنیا من میگم جنگ افغانستان کاملا متفاوت است اما از ازی بسیار روزی پیچیده است امی سرزمین سرزمین آسیب پذیر است اما متاسفانه با دریغ و در, در درون سرزمین ش... چالش ها و مشکلات از قبیل فقر، جهل، بیسوادی و و وجود داره... در ریشه های این مساله توجه شد نه تنها ریشه ها بله به ریشه توجه شود ولی بسیار کارشناسانه همم. و با جزئیات مثلا دقت شود ما گپای کلی را میفهم در دیپلماسی اکثرا گپای عامه که ما مداخله نمی کنیم, که ما ایتو نمی کنیم که ما... بله این درست است ولی اینی قضیه یک کیس متفاوت است مثل یک کیس جرایی است که خدای ناخواسته در وجود یک انسان یک تومور به خی کاملا متفاوت برآمده باشه این جنگ افغانستان و به سر جنگ در افغانستان کاملا یک چیز متفاوت است ما باید روی یزی تمرکز کنیم ممنون جان آقای ناصری فکر میکنین که در چنین نشست هایی یا همین مذاکرات به شکل که ادامه داره تضمین های وجود میتونه داشته باشه یا گرفته شود که واقعا بتونه باعث یک صلح پایدار در کشور باشه یقینا که در کنفرانس های همچون کنفرانس انقره که همه کشورهای زینفوز منطقه و جهان در او اشتراک میکنن و همچنان یعنی سازمان ملل متحد او را مدیریت میکنند های برای آمدن یک سال و تفاهم و ایجاد یک حکومت که قابل قبول بر همه باشه تلاش میشه و یک تضمین ها هم داده میشه ولی که تعاولات بعدی در چی می باشه قسمی که میمان برنامه گفتن که معضلات بسیار کلان اجتماعی ما داریم اقتصادی داریم در طول تاریخ خود مخصوصا در این 42 سال گذشته که ما پرانای عمیق را سر گذاشتاندیم امی روزها که امروز میمان داره کنفرانس مسکو میشن اینا یک بار با سپای به میخواد افغانستان به خاک خون کشانیدن امروز 24 محود است و در 24 حود 1357 ما شاهد بدیم که 24 هزار انسان به خاطر شعار انسانیت و آزادی و استقلالیت و وطن و خاک خون کشانیده شدن در حیرات و در کابل و در تمام جایها ما میلیون ها مهاجر داشتیم به خاطر تجاوز روسایی روسایی که امروز صلح میگن و به خاطر تفاهم و ثبات منطقه تلاش میکنن نمی روس ها افغانستان بی ثبات ساختن باعث تمام نمی بورانی که ما داریم مهاجرت و جنگ و کشتار روس ها بودن تجاوز روس ها باعث ادامه آغاز مداخلات دیگر ها شد مهاجرت ها شد و متاسفانه آغاز بدبختی های افغانستان از کودتای 27 سور، و 27 سال را همچنان تجاوز روسا در شش جدی شروع میشه آقای ناصری ما... با چنین شرایطی شرایط و از این که نه تنها از روسیه از پاکستان صحبت های صورت میگیره آقای راوش هم در صحبت هایشان گفتن که از مرز های افغانستان سلا اصلاح کسان داخل افغانستان میشن که باعث همین نامنی ها هستن حالا می توان به این کشورها اعتماد کرد به صحبت هایی که میکنن این که در افغانستان صلح میخواهند نه... یعنی مجبور هستیم ما اعتماد کنیم به این شرایط افغانستان بسیار متفاوت و شرایط بسیار پورانی هست ما ارزو داریم که ملل متعهد و تمام جهان و کشورها به این اعتقاد رسیده باشند که جنگ افغانستان بی ثباتی افغانستان باعث به و نامنی در سر تا سر منطقه میتونه باشه قسمی که گفتم روزها امایت را که امروز از طالب ها میکنن و میگن که در حکومتی که طالب 75 فیصد خاک و عراضی را داره یعنی 75 فیصد قدرت هم شاید یعنی این یک نوع مداخله دیگه در مسئله افغانستان میتونه باشه مداخله پاکستان آشکار است از ایران آشکار است روس آمریکایا که همیل 20 سال از افغانستان اشغال کردن و قدرتمندانه به حساب مو اهداف خود پای کردن اگر اینا به این هدف رسیده باشند و به با این نتیجه رسیده باشند که اشغال افغانستان که روس ها کرد آمریکا مشغول پاکستان هم مداخله و اشغال کرد ایرانی ها اگر ایران مداخلات خود بگذرن و ما افغان هم ما افغان هم چوب سوخت از اینا نشه ما هم سرباز از اینا نشه ما هم به اصطلاح در بسک... میدان بسکشی سیاست افغانستان یعنی جنای چپ و راست افغانستان که دو سال گذشته تجربه نشان داد و اینا از سربازان تجاوز بودن و اشغال و به حساب مدافع از و اشغالگران بودن متاسفانه اگر ما دوباره یعنی مدافع و سرباز بیگانه نشیم و خود را به یک کشور و او کشور وابسته نسازیم به خاطر منافع خود به واقع منافع ملی را بر منافع شخصی خود سیاست مداران ما ترجیح بدن ما میتونیم یک افغانستان با ثبات ایجاد کنیم فعلا شرایط برای یک تفاهم سیاسی ایجاد شده جهان میخواد یک تفاهم ایجاد شود یک کنفرانس ایجاد شود یک تقسیم قدرتش، مشارکت ای از این باید استقبال شود و استفاده شود ولی در درازمدت کار اساسی در جامعه تغییر بنیادهای جامعه است تغییر فکر جامعه است تغییر اخلاقیات در جامعه است که ما باید واقعا اما بوران هویتی که در افغانستان ما داریم برش مبارزه کنیم ما متاسفانه در افغانستان جهل فقر دو عامل کلان است و در کنار از ما یک بوران کلان داریم که بیتمادی هست به امی اعلامی را که دیروز ایسایی مرکزی پخش کرد و 54 قوم دیگر را به حساب شامل امو تذکری الکترونیک میخواین بسازن این نفاق شقاق و این دوری و این تضاد و این بیتمادی را در جامعه ایجاد کردن است که متاسفانه سیاستمداران مداران ما خاطر حفظ قدرت خود دارن افغانستان ممنوندان. از اتحاد و وحدت از هم میپاشنن آقای راوش در چون این شرایطی که شما همین جنگ افغانستان را خیلی پیچیده خوندین و از مداخلات کشورهای مختلف صحبت صورت میگیره از طرف دیگر مذاکرات ادامه داره که نشست در مسکو و بعد از در انقره برگزار خواهد شد رفتار را که حکومت افغانستان باید بکنه چگونه باید باشه که با وجود وابستگیش ولی مستقلانه عمل کنه خب در سیاست خو اصطلاحی موتور آمس که ما شما داریم راکلا ورکلا هست داد و ستوت و بزیبستان هست شما چیزهای را از دست میتین چیزای را به دست بیارین مسلما طرفین این مذاکره سر از گپ خود زدن که ما فکر من فکر می کنم این خصوص که سهم هر کدام چقدر باشه یعنی فیصدی سهم سر گپ خود زد گپ سر تقسیم قدرت است گپ سر از بسیار نیست که افغانستان بسیار دوست داره کلی ما یک مقدار در مورد از افراد شک است که و زنی می است که چرا انسانایی که سال ها می یا می ملکی مدنی زندگی کنن در افغانستان از بین برده میشن کشته میشن جورنالیست خبرنگار معلم اسکر و غیره غیره شما بهتر میفهمید و اگر گپ سر تقسیم قدرت بود خو کشته نه در مردم چی است خو میامدین در کنفرانس بین المللی همین کار رو کم سال میکنین دو سال پیش میکردین سه سال پیش میکردین اتر هم نیست که شرایط اوضاع و احوال ما با هم نکنیم باز خود سر خود سردگرام نندازیم ما افغان هم ملامت خود هستیم و باید این ملامتی رو بپذیریم هم از نگاه برخورد تاریخی هم از نظر برخورد منطقی تحلیل هایی که امروز میرسانه ما یک ملت بسیار حضور در صحنه نیست نداریم ما ملت نیستیم که حضور در صحنه داشته باشیم به با این ترتیب سیاست هم از وضعیت استفاده میکنن بدترین سیاست مدار کسی است که از نفامی ملت خود استفاده کنه و بدانه که ملت نمیدانه و او بدانه که ایره فریب میته و به خود کار اگه به رای حل اشاره بکنین رای حل ما براتون خدمتتون آغاز گفتم ما به چیزای رزس بتیم مثلا آ ولی قانون محور برخورد کنیم قانون محور چرا به خاطری که اکثریت مردم افغانستان تا جایی که برای ما معلوم است برای یک معلم یا استاد که ما امرای معرف تحصیلات و سر کار داشتیم دارم اکثریت مردم مکتب میخونه شما امروز ده میلیون متعلم دارین 63 هزار یا 70 هزار مدیر مکتب و مدیر سرمعلم و مدیر لیسه دارین خب شما این کلش خو حذف کرده نمیتونین رسانه دارین مطبوعات دارین و غیره گپا بس این است که ما باید و باید به مدنیت اتنا کنیم اگر طالب است اگر هر کسی که است جهان امروز با مدنیت روی آورده جهان با محلف های جامعه مدنی اعتنا داره لحاظ میکنه اتو تو خو خود نمیشه که ما یک تافتی جدا بافته از جهان باشیم و گفته شده که ولی ما بسار مسلمان چی هستیم پر پر کل جهان پنجاه تار کشور است یعنی منظور شما است که بدهی بستان باید صورت بگیره این مثلا اساسی ما اگر کدام مادی مورد منازع باشه که او بسیار سر روش سر مسائل اسلامی نقطه نظر داشته باشن یا انتقاد داشته باشن بفرماین اصلاح کنن قوانین متمم اصلاح کنن قانون جزا را مثلا نظر دارن یا قانون مدنی را یا قانون دیگر اصلاح کنن ولی نظام و پیشرفت ها و دستاورد ها باید حفظ صورت بله به صورت قطع نه تنها حفظ شود بلکه انکشاف داده شود من دیگه خوش ندارم که اروزگان و مکتب دیراود مت... مت... معلم صنف شش پاس صنف دوازده را درس بده ما نمیپذیریم ایره که معلم صنف دوازده فارغ شد و دوازده درس بده اوجه باید به دیراود لیسانس برده به لیسانس برده هلمند و قندار و مناطقی که جنگ بود عرض اینست که معلف های مدنی را دولت افغانستان سر ازیه اتقا تو تا سر سالهای بودنش در قدرت درست وقتی که ما میگیم جمهوریت جمهوریت اساساتش چی است یعنی شاخص های اساسی جمهوریت یا تعریف جمهوریت در چی است ما طرفدار بیس از آبادی افغانستان به طرفدار حرکت پیشروندی تاریخ هستیم نه طرفدار رگرس هستیم عقب گرد نه طرفدار محافظه که والا شکوای بد مکوای که باش که کلی خفه نشه والا کسی خفه میشه باید مکتب دخترها جور شه کسی خوش داره، خفه داره، جهان اینمیسو میره جهان این طرف رفته 54 کشور اسلامی داریم در دا کدام کشور اسلامی مکتب دخترها بسته شده که ما بسته کنم بس یا سنف دوازده در نخوانه دختر یا ترانه دختر سیزده ساله نخونه کجایی گفت هستیم؟ ممنون جان در خیلی کتا میشه بگو این رای حل چیست از دید شما خیلی کتا تفاهم سیاسی رفتن آقای غنی و تیمش از قدرت و گذاشتن افغانستان به مسئولیت های یعنی کلانتر یعنی یک تفاهم کلانتر سیاسی اجماعی بزرگ سیاسی که همه در اوگور خود ببینن و جنگ سر قدرت است و تقسیم قدرت است و باید تفاهم صورت بگیره فعلا معنی کلان جنگ مثل که آقای سالی میگه که مانند امام حسین سینی خود با گلوله ها سراخ سراخ میکنه و هر گتی نمیشه مگه شوهر هر گو مرگ باشه اینا با دسایسی که میخواین در انجام بدن برای حفظ قدرت متاسفانه میتونن زبوطاش کنن میتونن که یعنی امی پروسه را خدشدار بسازن و حتی باعث سقوط نظام و امنی صبات افغانستان شدن ولی اگر اینا خودخواهی نکنن و بگذارن که در انقره یک تفاهم کلان سیاسی صورت بگیره با یک تفاهم قدرت صورت بگیره برای تقسیم قدرت ما افغانستان به جای فروپاشی نظام ما شاید یک تفاهم کلان سیاسی خواهیم شد که هم جنگ قتم میشه هم آتش بس میه و هم آیست افغانستان به سوی آرامی و ثبات میره بسیار تشکر از شما آقای ناصری. ممنون شما خانم دانش شما همچنان آقای را باشید <applause>